سپس گروهی از فریسیان و علمای دین از اورشلیم نزد عیسی آمدند و گفتند: چرا شاگردان تو سنت مشایخ را زیر پا می گذارند؟ آنها دستهای خود را پیش از غذا خوردن نمی شویند. او در پاسخ گفت: و شما چرا برای حفظ سنت خیش حکم خدا را زیر پا می گذارید؟ زیرا خدا فرموده است: پدر و مادر خود را گرامی دار، و نیز هر که پدر یا مادر خود را ناسزا گوید البته باید کشته شود. اما شما میگویید اگر کسی به پدر یا مادرش بگوید هر کمکی که ممکن بود از من دریافت کنید وقف خداست، در این صورت دیگر بر او واجب نیست این گونه پدر خود را گرامی دارد. این چنین شما برای حفظ سنت خیش کلام خدا را باطل می شمارید. ای ریاکاران، اشعیا درباره شما چه خوب پیشگویی کرد آنگاه که گفت: این قوم با لبهای خود مرا حرمت می دارند اما دلشان از من دور است. آنان بیهوده مرا عبادت می کنند و تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری نیست. سپس آن جماعت را نزد خود فراخواند و گفت: گوش فرادهید و بفهمید، نه آنچه به دهان آدمی داخل می شود او را نجس می سازد، بلکه آنچه از دهان او بیرون می آید آن است که آدمی را نجس می سازد. آنگاه شاگردان نزدش آمدند و گفتند: آیا می دانی که این سخن تو فریسیان را ناپسند آمده است؟ عیسی پاسخ داد: هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد ریشه کن خواهد شد. آنها را به حال خود واگذارید. آنها راه نمایانی کورند. هرگاه کوری عصا کش کور دیگر شود هر دو در چاه خواهند افتاد. پتروس گفت: این مثل را برای ما شرح بده. عیسی پاسخ داد: آیا شما نیز هنوز درک نمی کنید؟ آیا نمی دانید که هرچه به دهان داخل می شود به شکم می رود و بعد دفع می شود؟ اما آنچه از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و این است آنچه آدمی را نجس می سازد. زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه می گیرد. این هاست که شخص را نجس می سازد، نه غذا خوردن با دست های ناشسته.